به گزارش تصویری که دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، از مقابل کاخ سفید در رابطه با این گزارش و تجمع برای ما فرستاده، توجه فرمایید. در اینجا تعداد زیادی از هزارها گرد هم جمع شدن که ندای توقف نسل‌کشی هزارها را از دولت امریکا در پالوی قصر سفید درخواست کردند که امروز لایف در اینجا ما به شما نمایش میگذاریم که اینها آمدن میخواین که توقف نسل‌کشی را از دولت امریکا و کسانی که کمک برای طالبان میکنه و فندهای میلیونی و 40 میلیونی در هفته برای طالبان اهدا میکنه، برای از اونا ما این پیام برسانیم که توقف که بتن فند که برای طالبان داده میشه به طالبان درست. و در اینجا گرد هم جمع شده تمام هزارهای دیاسپورای واشنگتن دی سی گرد هم جمع شده که از دولت امریکا و از جهان تقاضا کنه که توقف نسل کشی را در افغانستان به رسمیت بشناسه و نسل کشی هزاره ها را در افغانستان به رسمیت بشناسه و این نسل کشی را متوقف بسازه و از شکل عاجل و آنن و ضروری این را توقف بسازه. و به طالبان میگویند که بشناسید به رسمیت بشناسید جنساید هزاره ها را. مرگ بر طالبان سر میدهند و میگویند که نه به طالبان، و طالبان نه میگویند. این افراد در اینجا گرده هم جمع شدن و من ایسی دیاسپورای هزاره برای دادخواهی از مردم هزاره در جهان آمدن. امروز به روز یاد بود و یا خاطره 25 سپتامبر این تظاهرات که هفته بعدیش انتخاب کردن در اینجا برگزار کردن که تا بتانند ای نسل کشی را در جهان متوقف بسازند. و همونطور که قطعنامه 501 ABA American Bar Association در جهان یک پیام بسیار بزرگ را داد، گفته بودند باید هزاره ها را از زیر نسل کشی نجات داد و نسل کشی 100 چند سالی هزاره ها را متوقف ساخت و این کشتار و بیرحمی را علیه هزاره ها متوقف ساخت. تشکر. بله، با تشکر از دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، بابت ارسال این گزارش تصویری.